شما آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی از فرانسه. خیلی سپاسگزارم از اینکه به ما وقت دادید در رادیو جوانان امروز برای یک گفتگوی دیگه. خیلی به برنامه ما خوش آمدید. سپاسگزارم. درود به شما و همچنین درود به بینندگان و شنوندگان این برنامه. آقای دادرس، در مرحله اول من میخوام به این مسئله که خیلی به نظر مهم هست، این روزها خیلی داره راجبش صحبت میشه، اینه که کاخ سفید میگه آماده مذاکره با ایرانه درباره برجام، ولی ایران برعکس داره میگه که دیگه نمیخواد با آمریکایی‌ها مذاکره کنه. شاید شما این رو اگه تفسیر بکنید، چون یه مقام کاخ سفید هم گفته که واشنگتن از پاسخ رد ایران به برگزاری نشست درباره برجام با حضور آمریکا مایوس شده و اما همچنان آماده مذاکره در این خصوص است. علتی که جمهوری اسلامی یه همچنین دست ردی رو به سینه دولت آقای بایدن زده چی میتونه باشه و آیا واقعا کشورهای اروپایی میتونن بدون حضور آمریکا این به اصطلاح جلسه یا نشست برجام رو واقعا اداره بکنن و کاری رو اجرایی بکنن؟ بفرمایید. عرض بزرگ شما، ایران گفته که در شرایط فعلی آماده نیست، نگفته نه، رد نکرده به صورت کلی. آخه شرایط فعلی این است که اینها دارن مدت هاست مذاکره میکنن و به خاطر همین هم است که قرار شده تا پیش از نوروز 1 میلیارد دلار از حدود 7 میلیارد دلار بدهی های ایران که در کره جنوبی بلوکه است رو آزاد کنن و همینطور قرار صحبت از آزاد شدن 6 میلیارد دلار پولهای ایران در عراق. این نشون میده که اینا به توافقای رسیدن. منتها دیروز یه سری مسائل خیلی مهمی در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد که حدوداً بیش از 1.5 سال هم هست که بدون پاسخ مونده و این اقدام دوباره و پنهانکاری جمهوری اسلامی است در ساختن سلاح اتمی. الان دیگه مشخص شد. بنابراین در شرایط کنونی به سود ایران نیست که بیاد پای مذاکره بشینه به بهانه اینکه آمریکا میخواد به طور رسمی شرکت کنه، چون هنوز آمریکا باز نگشته به برجام و جمهوری اسلامی هم 10 بار تا کنون از زمانی که آقای بایدن اومده حرفاش عوض کرده. این جمهوری اسلامیه که خیلی به دنبال مذاکره است. منتها از یه طرف پروندهش افشا شد که این یه سری چیزها رو پنهون میکرده و خلاف اون که همه فکر میکردن ایران با نظارت سازمان انرژی اتمی دست با خطا نکرده، این اشتباه در اومد و اینها اگر بیان بشینن وقت مجبورن راجب اینا توضیح بدن و این توضیحات باعث خواهد شد که رسانه ها پر میشه از افشاگری های تازه و اینجاست که اسرائیل و عربستان و اونهایی که اظهار نگرانی کردن از برنامه اتمی، تسلیحات اتمی ایران، زبونشون دراز میشه. مشکل این است که ایران هم موکول میکنه، میگه که همه تحریم ها رو شما بردارید تا ما بیایم بشینیم پای مذاکره و این کار رو نه اروپا انجام خواهد داد و نه آمریکا. و امروز هم در نشست سران اروپا سه کشور و با قرار شده که قطعنامه‌ای صادر بشه و خطر این هم است که اصلا اروپا و این سه کشور اروپا، فرانسه و انگلیس و آلمان، اینها هم به تبعیت از آمریکا این مسئله رو برجام رو ترک کنن و یا اصلا خواهان این بشن که از نو باید بشینن اینا بررسی کنن. چون وقتی که این سه کشور و آمریکا بیان بیرون، چین و روسیه میمونن و اون یه مسئله سیاسی است
ممکنه که مثلا چین و روسیه وتو کنن تصمیمات آمریکا و اروپایی‌ها رو در شورای امنیت، ولی بلا تکلیفیش برای ایران و مردم ایران میمونه. حالا وتو کنن 10 سال دیگه هم که اگر این با وتو جمهوری اسلامی به کار خودش ادامه بده، اقتصادش به جایی نخواهد رسید و الان مدت هاست که کفگیر به ته دیگ خورده و تمام ضررها رو آسیب ها متوجه مردم بدبخت و بیچاره ایران خواهد شد. داره روز به روز کارا سخت‌تر میشه و این چیزی هم هست که اروپا و آمریکا مایلن اینطور بشه. از طرفی هم اسرائیل و عربستان سعودی هم و امارات هم اصلا میلی ندارن که مشکل آمریکا با ایران حل بشه و بتونن یه صلح، چون اینا از این بحران همه اینا دارن سود میبرن. حتی میدونید که الان هم وضعیت این آقای بن سلمان خیلی خوشایند نیست، پس از اینی که آمریکایی‌ها اینو اعلان کردن که این عامل قتل آقای آشوخچی بوده، این دنبال یه بهانه میگرده که همینطوری باری به هر جهت بگذره تا این بالاخره بیاد پادشاه بشه اونجا. نه، همه دست به دست هم میده. بله، کشف شد که ایران چند منبعی که آلوده بوده در این تأسیسات و این آلودگی هم من خوندم نوشته بود مسئله انسانی بوده، یعنی دست آدم هم تو کار بوده. حالا اینا پاک کردن، از بین بردن تا حدی، ولی ردش رو اینا پیدا کردن. داستان اینه و الان هم دارن بهانه میگیرن که این مسئله رو بتونن ازش به نوعی فرار بکنن و نه آمریکا عجله داره و نه اروپا، برای اینکه در خرداد ماه قراره که چیز بشه، انتخابات در ایران بشه و اینها هم همه اروپا و آمریکا به خاطر مشکلات اقتصادی و مشکلات که با کرونا ویروس اینا مشغولن، همه اینها تا پایان تابستون نیاز دارن به وقت برای همین واکسیناسیونشون، برای یه خورده بهبود اوضاع اقتصادیشون. و اصولا ماجرای ایران رو اینها از ماه سپتامبر به بعد، یعنی اکتبر یا نوامبر 2021 از سر خواهند گرفت، یعنی میره برای 6-7 ماه دیگه و خود اروپا و آمریکا هم به این زمان نیاز دارن، ولی ایران نمیتونه تحمل بکنه این زمان رو. و میبینید گاهی هم یه کارهای انجام میده که هرچه زودتر اینا رو تحریک کنه که بیان پای مذاکرات بشینن. اینا عجله برای مذاکره ندارن. آقای دادرس، اگه شما این چیزایی که میفرمایید، البته فقط جمهوری اسلامی نیستش که داره آمریکا رو یا اروپا رو زیر فشار میذاره برای صحبت کردن، از یه طرف هم آقای نتانیاهو داره به فشار میذاره این کشورهای غرب اروپایی و آمریکا رو به خاطر کنترل کردن مسائل هسته‌ای ایران. یعنی اینا از هر دو طرف زیر فشارن، چون اونم دائم داره میگه دشمن اصلی ما ایرانه، باید ایران رو حل بکنیم در منطقه. یعنی در حقیقت این کشورهای غربی یا مثلا آمریکا و اینا از هر دو طرف زیر منگنه هستن به نظر، درسته؟ دقیقاً. برای اینکه ببینید اصلا مانع اصلی این حل این مشکل اسرائیله. حالا اسرائیل برای خودش دلایل و مستندات خودشو داره که خیلی هم با این ادعای اسرائیل موافق نیستن در جهان، هم در آمریکا پیدا میشن هم در اروپا. اما اون تونروها، لابی های یهودی که در آمریکا هستن، اونا زورشون میچربه. آقای بایدن هم نمیتونه خارج از درخواستای اسرائیل گامی برداره، برای اینکه میدونید تمام این نمایندگانی که در کنگره و سنای آمریکا هستن، اینها وابستگی های بخش مهمشون با یهودی ها و اسرائیل دارن و این است که اینا برای انتخاب دوباره ناچارن که لابیگری کنن به سود اسرائیل.
و آقای بایدن هم نمیتونه جلو همه اینا بیسته. او هم بایستی برای کنگرسمن های حزب دموکرات به اصطلاح کمک های مالی رو که میدن باید با سیاست های اسرائیل، حفظ اسرائیل خوانا باشه. اگر نباشه، هماهنگ نباشه، اون کمک ها رو نمیدن که اینا دوباره بخوان انتخاب شن. و بعد مجلس، کنگره و سنا از دست آقای بایدن خارج میشه و اینا نمیتونن تحمل اینو داشته باشن. خارج که بشه یعنی هیچی، ایشون میشه یه لولو سر خرمن برای 4 سال دیگه. و بعدم ممکنه آقای ترامپ یا باند ترامپ یا جنبش ترامپیس و یا به اصطلاح اون جریانی که در جهت راست افراطی هست دوباره سر کله 4 سال دیگه پیدا بشه و شانسش هم هست. میدونی اینا همه رو باید فکر بکنن. آقای بایدن دستش تقریبا بسته است و امروز هم من شنیدم که تعداد از سناتورهای آمریکایی یه نامه نوشتن و چند شرط گذاشتن و به بایدن گفتن که این اشتباهات رو دیگه انجام نده درباره ایران. این 5-6 تا شرط رو که شما میخونین اصلا تعجب میکنه آدم. یعنی میگن آقا ایران رو ولش کن، هیچ امتیازی به ایران نده و همینطوری سختگیری کن تا اینا از پا در بیان. یعنی میگن کار ترامپ رو انجام بده، که البته بیشتر اینا هم جمهوری خواه هستن. آقای دادرس، چون در مورد فشارهای آقای بنیامین نتانیاهو به شخص ما داشتیم صحبت میکردیم، میدونید که در حقیقت یک کشتی که کشتی اسرائیلی بوده، هلیوس ری بوده مثل این که اسمش، از بندر دمام در عربستان سعودی میاد بیرون و که مسیرش به طرف سنگاپور بوده، اما تو مسیر حرکت در دریای عمان انفجار تو این کشتی صورت میگیره و سریع به اصطلاح حفره های آبش آب وارد کشتی میشه و اینا. آقای نتانیاهو هم بلافاصله انگشت رو طرف ایران میگیره، با اینکه آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم قویا دخالت ایران در این مسئله رو تکذیب کرده. چه بسیار شواهدی، یعنی واقعا دولت یعنی اسرائیل آیا هیچ گونه سندیتی داره به این مسئله و یا اینکه هر به اصطلاح سنگی به پای اینا بخوره تو منطقه تعصب هم خوام برن سراغ ایران؟ واقعا ایران این کاری کرده به نظر شما؟ ببینید، در ایران اصطلاحی بود، ما وقتی که تو ارتش بودیم، دانشجو دانشکده افسری بودیم قدیم، میگفتن بعضی میگفتن آقا یه خورده بعد رژه میرفتن یه خورده بعد عمل میکردن، تو همه میگفتن آقا اینجا ارتش شاهنشاهی، ارتش آقا بالاخان سردار که نیست که. حکومت ما حکومت آقا بالاخان سرداره. هر کی صبح زود بلند میشه یه سر نظری میکنه. شما نگاه کنید، اسرائیل هم آقای نتانیاهو هم اون جنرال بنیگتس که وزیر دفاع یا جنگ اسرائیل هست، اینها گفتن که کار ایرانه. قدیم هم هر اتفاقی میافتاد اینا گفتن کار ایرانه، همونطوری که برخی اتفاقاتی هم که میافتاد در خاورمیانه از این سو میگفتن کار اسرائیله. برای اینکه هر دوی اینها حکومت هایی هستن که پنهانکاری میکنن، جفتشون دیگه نمیشه بگی این بهتر از اونه، جفتشون مثل هم هستن، برای منافع خودشون دروغ هم میگن. خب اما اشتباه سر اینه که در ایران یه حکومت واحد ما نداریم، یه سخنگوی رسمی دولت واحد نداریم. از این طرف سخنگوی دولت میاد میگه که نه ما نکردیم، رد میکنه. از اون ور روزنامه کیهان وابسته به بیت رهبر مینویسه، عکس هم میندازه، مینویسه شرارت در سوریه و عراق پاسخش را در یمن و دریای عمان گرفت. این تایید میکنه که اینا کردن و این مدرکی است قابل یعنی با اعتبار برای شورای امنیت. و اگر اسرائیل یا هر کسی بره اعتراض بکنه
یکی از مدارک همین روزنامه رسمی کیهانه که سخنگوی آقای خامنه ایه برای کوبیدن هر کسی. خب این داره اقرار میکنه که اینو اینا کردن. خب حالا چیکار میخوان شما بکنین؟ و جای دیگه سپاه و سرانش و امنیتیاشون هر کدوم یه جای سخنرانی، یه مصاحبه ای، یه اظهار نظری میکنن. البته من بذار اینو به شما بگم، این اظهار نظرها خوراک داخلی است. آخه ببینید، پری روز یک مقاله در این مقاله در صدای آمریکا منتشر شد، اما در یکی از روزنامه‌های معتبر چیز نوشته، خود آمریکا نوشتن تحلیلی که آقای کرده و گفته که اون داستان محور مقاومت تموم شد، شکست خوردن اینا در سوریه و عراق و یمن و همه جا. این خوراک تبلیغاتی است که به یه سری میدن، چون میدونه اینا بلنگوهای مختلفی در ایران و جهان دارن، که اینها بگن که این کار کار ما بوده، که این بسیجی ها و طرفداراشون که ناامید شدن. من یک سال و نیم پیش تا حالا دارم میگم آقا این امپراتوری محور مقاومت شکست خورده، یه تعدادی تازه امروز یه آمریکایی داره مینه تایید میکنه و همه هم میگه آ ببین آمریکایی گفته اینطور، پس یه چیزی هست. آقا جان شما حرف ایرانی رو که یه سال نیم پیش تحلیل کرد درست، تنها کسی هم که اینو عنوان کرد و بسیارم دشنام و ناسزا و توهین و تهمت و اینا شنید، من بودم. آقا مشخصه، تموم شد. دولت عراق در زدن اون پایگاه در سوریه اطلاعات داده با آمریکا. اینم عراق یکی مونده. اینجاست که خوراک تبلیغاتی میدن به یه مش بسیجی مبلغ تبلیغاتی رژیم که بگن ما هنوز قوی هستیم. باور کنین اینها جرأت اینی که به یک کشتی در دریای عمان موشک بزنن ندارن و نداشتن. اسرائیل هم مثل چی میگن، یه چیزی که گیر کرده یه جا منتظر یه سیخه که بگه بله دیدین اینا کردن. هر دو طرف دارن حرفای بی ربطی هم میزنن، اما من این حدس رو میزنم که بعد از اون موشکبارانی که به اربیل کردن و در عراق انجام دادن و آقایون مشغول مذاکره خیلی گرم و صمیمانه با آمریکا بودن، به نظر من بخشی از تونروهای رژیم یا در سپاه یا اطلاعات یا هر کسی که این امکانو داره، دارن خلاف دولت روحانی و حتی خلاف خامنه‌ای رفتار میکنن. یعنی میخوام اوضاع رو آشفته کنن. این حدسم هست. این کسانی در منطقه خود ایرانی ها هستن. و یا اینم در نظر بگیریم، مگه روس ها این کار ازشون بر نمیاد؟ شاید روس ها زدن هم پایگاه رو در هم سفارت آمریکا رو کنسولگری در عراق و اربیل زدن و هم در دریای عمان ممکن روس ها شلیک کرده باشن. این مشخص نیست چون اسناد و مدارک و تحقیقاتی که انجام نشده که ما در جریان باشیم چه کسانی این کار کردن. سال گذشته من یادتون نیست که اون پالایشگاه نفت آرامکو رو زدن؟ کی زد اینو؟ خود اسرائیل زد. در منطقه دو تا کشور بودن که میتونستن این کار رو بکنن، کار یمن نبود. یمن موشک میزنه، زمان قدیم هم یگانهای موشکی داشتن، خیلی زودتر از ایرانی ها با موشک آشنا بودن، موشک های شوروی میگرفتن. من با افسر یمنی با هم خدمت کردیم، دوره دیدیم، میدونستم اینا چیکار میکنن. اتفاقا یه افسر توپخانه و موشک ها جزو اینا بود، یه افسر اطلاعات بود، یه افسر پیاده بود، یه افسر موشکی و توپخانه بود. خب اینا ما میشستیم صحبت میکردیم، میدونم اینا چه لیاقت هایی داشتن، مردم نترسی هم هستن. ولی اون آرامکو کار کس دیگه بوده. ایران مشکوک بود، خود اسرائیل مشکوک بود، چون بخواستن اینا رو بفروشن. این زمانی بود که این موشک ها رو زدن، بورس سهام اینا اومد پایین.
خب یه سری میخواستن بخرن این سهام رو و خریدن، خب شاید هم روزها زده باشن. نمیخوان یه سری کشورها که بین ایران و آمریکا رفع اختلاف بشه. آقای دادرس، همونجوری که شما توضیح دادید، اول البته من فکر می‌کنم اول این اتهام رو آقای نتانیاهو بلافاصله وارد کرده، و آقای شریعت مداری هم که میدونید آدم به اصطلاح گندگویی کرده، در حقیقت همون حرف رو برداشته گفته که پس، یعنی فکر می‌کنید اول کیهان نوشته بعدن نتانیاهو اینو گفته؟ نه، اینا همزمان گفتن. یعنی ببینید، نتانیاهو اول همه اینا جپگیری گفتن که ما باید بررسی کنیم این میتونه کار ایران باشه. بعد از چند روز که این آقا رفت نوشت که خب این حماقته، این آدم اگر باعث جنگ بشه، باعث کشته شدن یه نفر در این ماجرا بشه، اون شریعت مداری باید پوستش بکنن. اون حق نداره در مسائل سیاسی و امنیت ملی ایران یه آدم تریاکی شیلهی مداخله بکنه. خب اینجا این تو مشکل اینه، وقتی که این اومده نوشته که شرارت در سوریه، یعنی منظور آمریکا حمله کرد به پایگاه اینا در شرق سوریه، همون پایگاهی که پس از عقب نشینی و فرار جمهوری اسلامی 600 کیلومتر عقب نشست، اومد به سمت شرق سوریه در 30 کیلومتری، دقیقا 29 کیلومتری مرز عراق، یه پایگاه اینجا درست کردن، خیلی هم تبلیغ میکردن که فکر میکنن اسمش هم گشته بودن امام علی، رفت اونجا رو زد که دو سه تا از گروه های همین وابسته به جمهوری اسلامی اونجا هستن. خب این نوشت شرارت در سوریه و عراق، پاسخش را در یمن و دریای عمان گرفت. خب این نشون دهنده این که اسرائیل گفت خب بیا، خود این طرف داره اقرار میکنه، ما همینو میگیریم میریم دنبالش. مشکل در اینه، گفتم حکومت آقا بالاخان سرداره صاحب نداره، اونجا کشور ما دست یه مش اوباش افتاده، صاحب نداره. بلیزی که متاسفانه اگه اینطوری که شما میفرمایید باشه، در حقیقت همون گزافه‌گویی ها یا زیاد حرف زدن هاشونه که یه روز هم سر مملکت رو به باد میده، هم سر خودشون رو. داده میگه 42 سال اینا خودشون به درک سر مملکت رو دارن به باد میده. بله 42 سال اینا دارن با این بازی ها، حرفای بی ربط و بی پایه و اخبار دروغ و جعل و بسیاری از این کار را خود اینا جعل میکنه. خب آقا این حرفه، هیچ کس که رفته یه جا خرابکاری میکنه که نمیاد گردن بگیره که، آقای اونم در شرایطی که مردم ما گرسنه موندن. آقای دادرس، اگه بخوایم فقط خیلی کوتاه به این مثلا اشاره کنیم که نشست اقتصادی ایران و اروپا چطوری شده که این نشست سه روزه در حقیقت بدون حضور آقای ظریف قراره که به اصطلاح برگزار میشه، این نشست که قرار بوده که دو ماه پیش با حضور محمد جواد ظریف باشه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ولی الان این نشست به اصطلاح بدون حضور آقای ظریف برگزار داره میشه. این به دلیل، گفتن که به دلیل اینکه روح الله زمان که اعدام کردن، ظاهرا تاثیر گذاشته که دعوت از آقای ظریف رو پس گرفتن. خب ببینین، اصلا بود و نبود ظریف هم فرقی نمیکنه. اولا یه مسئله اقتصادی است، اینو باید بدونیم که بدون موافقت آمریکا یک دلار هم جابجا نخواهد شد. دولت آمریکا چه در زمان آقای ترامپ و چه در زمان آقای بایدن شدیداً با آلمان اخطار کرد که اون مسئله لوله گاز نورد استریم 2 رو جمع کنه، در صورتی که 90% این تأسیسات آماده است الان و حدود 9 میلیارد دلار هم خرج شده. یه آخرین تهدیدی که کرد 18 شرکت بین المللی از این طرح نورد استریم 2 اومدن بیرون، چون تهدید کرد که تحریمشون میکنه.
کفه آمریکا ترامپ که اومد، همین اروپایی ها در زمان آقای اوباما هم یه سری نقنوق میکردن. ترامپ که اومد خیلی هم سفت اومد، اینا شروع کردن جبهه‌گیری در برابر ترامپ، همین اروپایی ها. ایران هم انداختن جلو، بعدم صحبت از روسیه شد، بله ما مشکلی نداریم از این حرفا. ولی ترامپ چنان جلوی اینا رو فشار داد که اینا دیدن اصلا دارد، مخصوصا کرونا هم که دیگه اومد از سال گذشته، این اصلا قادر به مقابله با آمریکا نیستن. تازه فهمیدن که عوضی فکر کردن، به خاطر همین دست به دعا نشستن تا ترامپ برکنار بشه. و یکی از کسایی که خیلی شادی میکرد همین اروپایی‌ها بودن از رفتن ترامپ. حالا این تازه دارن میفهمن که بایدن که اومد برگشت با اروپا. بایدن شانسش تنها در مقابل ترامپ اینه که برای این فشارهایی که میخواد به آلمان بیاره، به ایران بیاره یا به کشورهای دیگه، بقیه اروپا رو خودش داره. یکی از کشورهایی که بلافاصله به آلمان گفت آقا شما هم این کار خانم مرکل نکن، من با آمریکا، فرانسه بود. اینا رقابت‌های سیاسیشون اقتصادیشون سر جاشه و خانم مرکل اصلا حالا داره میره دیگه، اون که اصلا تموم شد، جانشینش هم انتخاب شد. خانم مرکل که دیگه نمیتونست در مقابل این بیسته، جانشینش هم نمیتونه در مقابل آمریکا بیسته و اینا ناچارن یه حق و حقوقی، یه باجی به آمریکا بدن، چون آمریکا گازشو میخواد بفروشه. مسئله اینه، این است که بود و نبود ظریف اصلا فرق نمیکنه. بازار ایران آنچنان بازار خیلی دلچسب و دلپذیر و ساده نیست. آخوند بده بستون میخواد بکنه، یعنی اگر قرار باشه یه میلیارد به این اروپایی ها بده، حالا اینو به عنوان واحد در نظر میگن، 4 میلیارد از اینا سرویس های دیگه میخواد، میگه برای من آدم بکش تو اروپا، فلان زندانی من آزاد بکن، فلان جنایتکار رو من فلان کار بکن. اینا این شکلی هن. اول انقلاب این آقای یزدی که شده وزیر امور خارجه که مرد، همون ملی مذهبی بود، ابراهیم یزدی، یه دامادی داشت، دامادش هم جوان بود، خب تو آمریکا هم تأثیر کرده بود، اینو فرستاد سرپرست سفارت ایران در واشنگتن. در یک مکالمه این، خب اینا که تجربه نداشتن، اینا که مثل اردشیر زاهدی نبودن یا مثل دیگر سیاست مداره ایران، اینا برای هر کارشون بایستی از ایران تهران درخواست چیزی میکرد. در ایران هم که باز خدا بیامرز شاه رو، اینا که اصلا اجازه نمیدادن کسی تصمیم بگیره. مثلا سید احمد خمینی یه بچه آخونده بی سواد برگشته بود به یزدی گفته بود، این نوشتم، گفته بود به داماد یزدی، بابا شماها بلد نیستید با این آمریکایی‌ها چطور رفتار کنید، ما بهتون نشون میدیم. و متاسفانه 42 ساله اینها هر غلطی خواستن کردن، یعنی با زور، با باجگیری، با تهدید، با تروریسم همه این کارا رو کردن و اونا هم واکنش چیزی نشون ندادن. اینجاست که نشون میداد که چیه، آخوند از اول اومده میدونه با این خارجی چگونه رفتار کنه. ولی 42 ساله که گذشت، وقتی اینا کشور رو به فلاکت انداختن، وزیر خارجه آقای بلینکن گفته که ما به هیچ عنوان تحریم ها رو بر نمی داریم، برای اینکه ما دست بالا داریم و قدرت داریم. حرفش که زده 2 هفته پیش. امروز اینا افتادن به جایی باز دنبال یک راه فراری برای مدتی میکردن، وگرنه رفته بودن تو همین مدت، تو همین مدتی که ولوشو بود، اینا رفته بودن دنبال سلاح اتمی. باز هرچند که این باید بفهمم بابا جان، سلاح اتمی قابل استفاده نیست. برعکس، سلاح اتمی اگه داشته باشی یه نوع بازدارندگی حساب میشه. این نیست که شما بگه نه الان 9 تا کشور دیگه سلاح اتمی دارن به طور رسمی و غیر رسمی، این نیست که شما اینو بگیری بگی من میزنم، خب اونا
بیشترش میزنن. اگه تو میخوای 5 تا بمب داشته باشی، اونا در مجموع 12,000 کلاهک اتمی در دنیا موجوده. برید ببینی چین چند هزار تا داره، آمریکا و روسیه و غیره چند هزار تا دارن. همون اسرائیلی که کوچکترینشون هست صحبت از 300 تا کلاهک اتمی است. ما چیکار میخوایم بکنیم؟ اینه. برای یه کشوری به این روز اصلا سیاست خارجی ما نداریم که باری به هر جهت روز به روزه. یه سیاست مشخصی ندارن اینا که. سیاستشون فقط آقای ظریف رفتن ازشون بهانه گرفتن، مدارکی پیدا کردن، به اینا میگن بیا توضیح بده آقا اینجا اورانیوم غنی شده آلوده شده، این از زمین و هوا هم نیومده، دست بشر تو کار بوده. اینا رو فهمیدن، بیا توضیح بده. توضیح نمیده. میگه اگه آژانس بخواد قطعنامه صادر کنه بس خیلی بدتر از این میشه. چیکار چی بدتر از چی میشه؟ مردی که تو که داری داری میخوری همتون، مردمی که ندارن گرفتار دارو و درمان و کرونا و فقر و بیکاری و اقتصاد فلاکتبار هستن، اون از کجا بیارن؟ یه ملتی رو به گروگان گرفتن دیگه. یه سری هم هستن که اشتباهن افتادن توی این مسئله که آقا اینها اگه نباشن منافع ملی، آقا منافع ملی اول همه مردمن. میگه نه چوب و تخت و در و نمیدونم دیوار که نیست که، منافع ملی یعنی مردم. شما باید مردم رو زنده نگه دارید، مردم رو در رفاه نگه دارید. بله آخونده امنیت ما رو حفظ کردن. کدوم امنیت؟ شما اگر امنیت میخواستی خب زمان شاه که برقرار بود، که خیلی هم خوب برقرار بود. یه زن تنها بلند میشد شمال کشور میرفت تا جنوب، تنها با ماشینش رانندگی میکرد. دیدم اینا رو، هیچ کس مزاحمش نمیشد. امنیت این بود دیگه، امنیتی که میخوان شما رو انقدر بزنن پاسدار باشه تکون بخوری نمیدونم اینها، ما امنیت برقرار کردیم. خب اگه میارزید این کار، شما شاه و امنیت و اقتصاد و همه اینا رو فروختید با آقای خمینی، چی میخواستید؟ امنیت میخواستید؟ آقا یا امنیته؟ خب اوکی. بعد یه سری هم را افتادن، آزادی نبود. بله یه سری آزادی ها بود، یه سری هم نبود سیاسی. خب مگه الان هست؟ اون آزادی هم که زمانش ها بود اونم نیست. کی را افتاد؟ از چپ گرفته، چپ چپ تا راست راست، نمیم جبهه ملی اینا. اینا کجا چی شد؟ خودشون فرار کردن اومدن تو این کشور با خاری و ذلت دارن خیلی هاشون زندگی میکنن. این دیگه یک کشور. من نمیدونم مردم ایران اون زمان یه سری درخواستای بر حق داشتن. خب شاه دیر جنبید، اون زمانی که گفت من درست میکنم اینا دیگه گذشته بود. یه سری هم حرفای منطق بود. آخه کشوری که نمیشه دست هر کسی داد اداره بکنه، خب اینا دارن براتون اداره میکنن. ولی امروز که میشه هزاران نفر، شاید میلیون ها نفرم باشن، میگن نه 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 کاری نکنید، علیه آخونده حرف نزن، امنیت ما داریم، امنیت داریم، اینو داریم اونو داریم. امنیت داری نون نداری، آزادی داری نون نداری، از فقر دارن مردم خودکشی میکنن. خب برید عمله کشورهای خارجی بشید، کارگر کشورهای خارجی. مگه یادتون نیست عمل ژاپنی ها که میگفتن میرفتن کارگرها اونجا برن تو ژاپن کار کنن، حالا اونم برچیده شد. نه سیاست ندارن اینا هیچ ارزشی. اروپا بدون اجازه آمریکا، مخصوصا در این شرایط فعلی که اقتصادشون ورشکسته شده، اقتصاد همه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری هم نخواهد کرد. در همین اروپا جمهوری اسلامی بسیار مخالف داره با این کاراش. الان در سه کشورم متهم شده، در ایرلند، در بلژیک و مالزی. دیروز کشتی که اینا گرفته بودن نفتکش ایران، کلی ازش تسلیحات نظامی آوردن بیرون. آخه تو نفتکش ایران پرچم مال ایران مشخصه، در مالزی توقیف میشه و از توش تسلیحات میاد بیرون.
دیگه مالزی که دشمن شما نبوده که مثلا بره امپریالیست و صهیونیست توطئه بکنن، که عربستان که نبوده که، اوردن داره نمایش میدن. خب اونجا چیکار میخواین بکنید شما؟ مگر با تروریستی شما میتونید دنیا رو بگیرید؟ نه دیگه، زیر بار نمیرن. آقای بایدن هم نمیتونه. شما اجازه بده من همین مسئله که این چند تا سناتور چی گفتن به این، خیلی جالبه، من بیارم، اتفاقا امروز داشتم میدیدم. شما نگاه کنید چه شرایطی دارن میخوان برای بایدن بذارن. اینا منتظر بودن بایدن بیاد برن باش بسازن، ولی برعکس شده. یعنی داره به اتفاقاتی میفته که به قول معروف دیگه خیلی اوضاع احوال داره بد میشه. حالا هرچند که پشت پرده دارن سازش هایی میکنن، امیدوارم که این سازش ها یه جایی برسه. این خیلی جالبه. اینا ها شما نگاه کنید، حالا میخوام پیداش کنم، پیدا نمی کنم. یه خورده بذاری من چند تا موردش رو بخونم، این خیلی خیلی مهمه. خب آره، به نپیداش کردم. ببین، هشدار دادن به آقای بایدن، گفتن ایالات متحده به یک استراتژی جامع نیاز دارد و الا قرار باشه که شما با ایران برید و بیایید و موافقت کنید و به هم بزنید و ایران نیست. اولا گفتن آمریکا نباید به هیچ وجه به توافق سال هسته‌ای 2015 برجام برگرده. بازدارندگی بیشتری رو بایستی علیه ایران انجام بده. هر نوع توافقی. اینو سناتورای جمهوری خواه در یک نامه که تازه نوشتن به آقای بایدن گفتن دامنه آمریکا نباید برگرده به این توافق. یه استراتژی مشخصی باید انتخاب کنه. از این سردرگمی بیاد. در هر توافقی که انجام میشه با ایران باید مجموعه وسیعی از رفتارهای ایران رو در نظر. این نیست که موقعی که اینا داشتن مذاکرات 12 ساله برای برجام میکردن، ایران اینا گفتن آقا بیاد بشین راجع به 4 مورد صحبت بکنید: سلاح هسته‌ای، دخالت ایران در منطقه، عدم رعایت حقوق بشر و تهدیداتی که این میکنه از نظر مالی هم این بود. این گفت نه، ما فقط میام در سلاح هسته‌ای میشینیم. خب اونا قبول کردن به شرطی که پس از برجام 1 برن 2, 3, 4. خب دیگه نیومدن. الان هم میگه نه دیگه ما صحبت کردیم تموم شده، ولی دوباره رفته نشسته اونجا اجناس و وسایل و نمیدونم مناطق رو پیدا کنه که آلوده اورانیومه. بعد گفته تمام اینها رو باید یه جا بیارید، ایران باید برید بشونید تمام مشکلاتی که دارید یک بار برای همیشه و طی یک قرار داد که دیگه هی بالا پایین نپرید. بعدم هم گفته ایالات متحده نباید تسلیم فوریت های کاذب یا ضرب العجل ها، مثلا همین کاری که ایران میکنه، اگه اینطور کنیم ما دیگه نمیایم. ایون نباید تسلیم اینا بشه، این خواسته ایناست. تازه میگه که دولت بایدن، حالا اینش یه مقدار خیلی زور داره برای هر کشوری هم باشه، باید در رایزنی های گسترده و رسمی با کنگره اسرائیل و شرکای ما در خلیج فارس شرکت کنه. یعنی از این پس هیچ توافقی آمریکا بدون موافقت اسرائیل و اعراب و غرب نباید با ایران انجام بده. همه باید راضی باشن. آمریکا نباید هیچ گشایش مالی برای ایران فراهم کنه. یعنی قطع. و همینطور شروط دیگه. این بار داره سخت‌تر میشه. درسته که دموکرات‌ها با همکاری جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته حاضر به معامله با ترامپ نشدن و یکی از عوامل سقوط ترامپ هم همین ممانعت جمهوری اسلامی و عدم توافق جمهوری اسلامی برای معامله و مذاکره بود.
میدیدین ترامپ رو آخریا بهش التماس میکرد. اما یه حدی داره، بایدن هم اگه بخواد به اینا امتیازاتی بده اینا نمیذارن، اسرائیل نمیذاره. اسرائیل که اصلا علنا گفته که اگر بخواد برگرده ما کار خودمون رو میکنیم، ما حملمون هم بخوایم بکنیم. بله الان اعراب رو داره، تمام این اعراب رو جمع میکنه. درست اعراب و مرد جنگ نیستن، ولی به سرپرستی و فرماندهی اسرائیل میکنن این کارو علیه ایران. و امروز هم سفیر امارات متحده رسما رفت استوارنامه‌اش رو تقدیم کرد و سفارت امارات متحده در اسرائیل رو باز کرد. آقای دادرس، شما همونطوری که فرمودید در صحبتاتون هم تمام اینها دلایلش همون مشکلات اقتصادی، خصوصا مشکلات اقتصادی که ناشی از این کرونا در یک سال گذشته واقعا اقتصاد دنیا رو به هم ریخته. مثلا تو برنامه دیشب گلدن گلوب در حقیقت که با میدونید با چه جلال و جبروتی همیشه پخش میشد این برنامه، هر معرفی قبل از هر معرفی هر به صلاح هنرپیشه یا برنامه یا فیلم و اینا از بیننده ها میخواستن که یعنی مشخصات میامد که به کمک بکنن به مردم آمریکا که دارن گرسنن و میگن که از هر 10 نفر 4 نفر به سبد غذایی و کمک های بانک غذا در آمریکا احتیاج داره. و واقعا این افول بزرگترین کشوری که خودشون رو ثروتمندترین کشور دنیا میدونن واقعا ثابت میکنه که افول آمریکا با کرونا تقریبا رسید. و از طرفی هم که ببینید مثلا این همه میگم مشکلات اقتصادی، شما قبول بکنید کشوری مثل ایران درسته بزرگی آمریکا از نظر وسعت و تعداد جمعیتی که داره با ایران مقایسه قابل مقایسه نیست، ولی باز ایران هم الان 42 ساله به طرق مختلف زیر تحریم و جنگ و همه چیز رو پشت سر گذاشتن، ولی هنوز مردم با تمام این فشارهایی هم که مصاحبت میکنیم به اون روزی نرسیدن که دیگه واقعا سبد غذایی بخوان، یعنی واقعا تو شرایطی باشه که حتما مثلا از هر 10 نفر 4 نفر به سبد غذایی احتیاج داشته باشن. یعنی هنوز ما ایران تو ایران چرا هست؟ نه شما با مردم تماس بگیرید به شما میگم اونطوری هم نیست. البته بعد از البته میگه هر کی با... ببینید من منظورم میگه 42 سال کجا، یک سال کجا. خب حالا نگاه کنید ببینید نوع غذا و نوع بهداشت و نوع زندگی شما یه اروپایی در کشورهای ثروتمند یا آمریکایی، خب معلومه مردم با یه نون و پنیر هم راضی هن. یعنی بیشتر از اون نمیشناسن. ولی اینجا وقتی که میگن مقایسه که میکنن سبد غذایی یا اینا باید تو شیر باشه، لبنیات باشه، گوشت مختلف باشه و ویتامین باشه، اصلا قابل مقایسه نیست. این ببینید در همین فرانسه که خب از نظر زندگی و اینا نمیتونم بگم مثلا با برخی کشورهایی که خیلی سطح زندگیشون بالاست مثل برخی کشورهای اسکاندیناوی که مثلا تو سبد غذایشون اینا یه مقدار پایین تره وسط دیگه داریم میبینیم 80% هتل ها بسته است. بسیار من هفته پیش یکی از همکارام که اومده بود از شهرستان برگشت گفت که سفر نمیری، نمیری سر بزنی به این دفاتر و اینها. گفتم چجوری برم حالا کرونا پخشه. در ضمن من خطر اینه که بخوام برم خودم هم کرونا بگیرم از تو این شهر تو اون هتل اینا، بعد هتل ها بسته است، من باید برم تو رستوران ها، رستوران ها هم بسته است. من حرکت کنم یه هفته دو هفته طبق معمول هر ماهی که میرفتم، امروز دیگه این کار نمیتونم بکنم. خب منی که نمیرم که مشتری سالی 6 ماه این هتل ها و رستوران ها بودم، امثال من خیلی دیگه هستم، قطع میشه اقتصاد. سال گذشته به یه زمانش حدودا همین ماهای مارس و آوریل و اینا 700 هزار نفر تو فرانسه چیز میگن بهش به اصطلاح نیمه پاره وقت، به فارسی نیمه وقت پاره وقت کار میکردن،
ما و تفاوت حقوقشون رو دولت میپرداخت. دولت چطوری میتونه بپردازه؟ برای چند سال. حالا امسال خوشبختانه 200,000 نفر شدن، ولی میدونید که بقیه اونا کجا بیکار شدن. حالا باید دارن از صندوق بیکاری پول بگیرن. تمام زندگی های مردم ریخته به هم. چه کسانی ثروتمند شدن؟ ثروتمندا تمام فروشگاه های اینترنتی مثل آمازون 9 میلیارد دلار سود کردن. اینا نمیم علی بابا، علی اکسپرس، دیسکونت، تمام اینا، ایبای، اینا همه اونا دارن سود میکنن. هر چقدر مالیات بدن طرف اصلا دو برابر شده ثروتش. یا آقای ایلان ماسک داره سود میکنه، سود میبره. تمام این صندوق ها رو بایستی خود مردم، پول اینا بوده، پرچه برای بیمه بازنشستگی. و از سوی دیگر کارفرما اگه چقدر میتونه به حقوق بده و هیچ کاری براش انجام ندن. بابا خدا پدر اینا رو بیامرزه که به قول معروف هنوز که هنوزه کارا رو یه جوری دارن نگر میدارن تا این بحران تابستون بلکه به وسیله همین آنتی ویروس ها بگذره. در آمریکا هم همینه. اما اینه ما در نظر داشته باشیم، دولت انگلیس برید نگاه کنید چه کاری کرده. اینه در نظر داشته باشیم که وضع کشورهای دیگه چقدر خرابه. وقتی آمریکا با این ثروتمندترین کشور اقتصاد اول جهان به این روز افتاده، خب شما شکم چینیه رو نمیتونی با آمریکایی یکی کنی. چینیه یه دوتا موش خفاش هم پیدا کنه سوپ میکنه میخوره، ولی تو آمریکا که اینطوری نیست. یا در اروپا، اینجا مردم یه چیزشون کم بشه، مواد خوراکیشون یا هر چیزی، مواد بهداشتشون، سر صداش در میاد. ولی دولت‌های دیکتاتوری در ایران کسی به این کارا کار نداره. بسیاری هستن دارن با کمک‌های مردم دیگه دارن زندگی میکنن. چیزه آخه وقتی میرن سیب زمینی رو، میگه سیب زمینی رو میپزن، نمک روش میزنن، یک کم روغن، کره که پیدا نمیشه که، با نعنای خوش قاطیش میکنن، بعد با نون میخورن. آخه کی اینجا اونه میخوره؟ اون گدا هم که گوش خیابونه نشسته شرابش دستشه، اون بی خانمان ساندویچ کالباسش هم داره میخوره دست کم، یا غذای آماده. ای کی میره دم فروشگاه، اون نشسته اونجا گدایی میکنه. دوتا خود من بارها برای اینا کردم، دارم میرم فروشگاه خرید، یه دوتا هم میخرم میرم میبینم پشت اونجا نشسته، بهش میدم میگم بخور. باز اینجا این هست. یا کمک های دولتی، نهادها، سازمان های کمکی هست. در ایران کی هست؟ این ما میشنویم ایران آره مقاومت میکنه، مردمش مقاومن، بله، نه اون سیستم. آقای دادرس، متاسفانه شاید به همین دلیله که این کشورهای غربی ملت‌هاشون رو اینطور به رفاه و به اصطلاح راحت طلبی و زندگی استاندارد بالا عادت دادن. اونه که از حلقوم ملت‌های مثل ما باید بکشن حالا به دلایل مختلف و ببرن بریزن تو خورجی به اصطلاح خیک مردم خودشون. میدونین من یه مطلبی میخوندم، انگلیس ها در زمانی که هند رو اشغال کرده بودن، به اصطلاح مستعمره کرده بودن، صحبت از میلیاردها، هزاران میلیارد به امروز دلار یا پوند که اینا از هند آوردن. میدونی خیلی حرفه. خب ملتی که لیاقت نداشته باشه یا زیر دست خارجی میفته یا زیر دست دیکتاتور. بابا مگه محمد رضا شاه نمیگن دیکتاتور نظامی بود؟ همه اروپاییان میگن. لااقل رفته بود یه کارایی میکرد که مردم، ما سالها برای 5 جنس اصلی، کالای اصلی سوبسید میدادن دولت محمد رضا شاه. اگر اون زمان هم این کار اشتباه بود دیگه، پس از جنگ و یه مدتی باز دیگه اقتصاد هم نون بود، آرد بود، شکر بود، قند و چای و بنزین سوخت. تا زمان این کیه، احمدی نژاد، اینو برش داشتن. دیدین چه بازی در آوردن دیگه. اینا آخوند چیز مفت نمیده به کسی که. خب اینا اینجوری دارن کشور رو
لااقل مردم ما از یه رفاه این شکلی نبودن. خیلی جنسا بابا شما یادتون نیست، به هر حال هر کی حالا جوون بود یه مقداری داشت، مگه برنج و قند و شکر و روغن و چای و اینا کم بود نداشتیم ما تو کشور؟ یه تعدادی اصلا ایرانی ها عادت داشتن شبا هم نون و پنیر چای میخوردن تو در دهاتا، شبا هم به قول جوکش کرده بودن میگفت شام صبحانه داشتیم. اینا رو یادشون نرفته مردم، نمیدونم چرا، در صورتی که خیلی هم نگذشته. آقای پترس اگه بخوایم بیایم حالا تو فرصتی که باقی مونده به مسئله بن سلمان، همونطوری که میدونید زمانی که آقای جمال قاشقچی رو یا به ساتیکتی که کردن تو سفارت عربستان تو ترکیه، آقای ترامپ در حقیقت چشاشو خوب بست روی این مسئله و به اصطلاح زیر قالی فرستاد این مسئله رو، ولی الان در حقیقت مدارکی کاخ سفید به اصطلاح که داشتن در حقیقت، حالا پرونده جدیدی نیست ولی به هر حال تازه رو کردن که بله آقای بن سلمان دست داشته توی به اصطلاح دستور که داده و ایشون رو کشتن و به شکل فجیعی که حتی جنازش پیدا نشده. ولی از یه طرف آقای جو بایدن با اینکه با ملک سلمان صحبت کرده و به مسائل جمال قاشقچی هم ظاهرا به مستقیما اشاره نکرده، ولی یا مسئله یه به اصطلاح این بن سلمان، ولی اشاره کرده به مسائل حقوق بشری و اینا، اما اقدامی خاصی نمیخوام بکنن. از این طرف هم این به اصطلاح حکایت شیخ میبخشه شیخ علی نمیبخشه، خانواده بن سلمان کنار اومدن با حقیقتی که برحال پدرشون کشته شده یا مثلا زن سابقش و اینا، ولی نامزد ترکه این آقا تو به اصطلاح موضوع خبری شده و این خدیجه چنگیز با اینکه خودش هم پشت در وایستاده بوده و میدونیم که به اصطلاح پلیس میت ترکیه لحظه به لحظه شنود داشته میکرده شرایطی که چجوری داشتن اینا شکنجه میکردن چی کار داشتن میکردن و هیچ اقدامی انجام نداده پلیس ترکیه، ولی الان ما میبینیم که این آش داختر از کاسه که نامزده آقای قاشقچی بوده خدیجه خانم در حقیقت میگه آقا اینا کافی نیست، باید مجازات بشه بن سلمان. ولی از طرفی هم ما میبینیم که آمریکا به خاطر منافع و مسائلی که داره و مبارزه با تروریسم در منطقه و اینا یه طورایی مجبور کوتاه بیاد به عربستان، یعنی یه دونه به میخ بزنه یه دونه به نل در حقیقت. ولی حالا نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که اتفاق مهمی میتونه بیفته در مورد این آقای بن سلمان؟ ببینید اصلا داستان از اینجا شروع شد که آقای بایدن یعنی سخنگوی کاخ سفید گفت به زودی تغییراتی در روابط عربستان شیوه رابطه اینها ایجاد خواهد شد و هدف این است که این آقای شازده بن سلمان رو که دستش در جنایت آلوده است و عامل این جنایت بوده اینها دیگه باش ارتباط دیپلماتیک رو بذارن کنار. این فعلا ولیعهد شاه هم نیست و در ضمن بسیار مورد تنفر خود خاندان آل سعوده، چون اینا رو همه رو گرفت زندانی کرد و اینها، و بعدم در یمن هم جنگ رو باخته و همه شرایط برای انداختن این مهیاس. برای همین اولین کاری که آمریکا کرد این روزای اول ادعا میکرد که یمن رو بگیر و جنگجو و وزیر معاون وزیر دفاع است یا وزیر دفاع است، از این حرفا در ده روز اول شکست خورد. الان بی خودی میلیاردها دلار هم خرج کرده هیچ کاری هم نتونسته بکنه. اول همه آمریکا گفت دیگه هیچ کمکی برای جنگ در یمن به اینها نخواهد کرد، بیایید بیرون. و الان هم یمنی ها دارن پیش میرن در معارب، حالا درست 50 نفر کشته دادن ولی 500 نفر چند وقت پیش اینها چند تا تیپ عربستان اسیر کرده بودن،
2000 نفر اسیر گرفته بودن یمنیا. برای اینا آدم جنگجویی هم میشه از یه قرن اونجا سابقه دارن. من اون موقع هم مطلب نوشتم هم در موردش هم گفتگو کردم. اول همه اون پهلوان سازی که میخواستن از این بن سلمان بکنن در یمن رو ازش گرفت. بقیه کشور هم کسی حق نداره بره اونجا. امارات هم داره میاد بیرون. و مشکل این آقای بن سلمان اینه که آمریکا یک چشمی هنوز به نایف داره. نایف ابن عبدالعزیز ولی عهد سابق که حدود 65 سال سنشه. اولا بسیار با تجربه پخته، هم سیاسی هم امنیتی، سالها رئیس امنیت و سازمان امنیتی عربستان بوده، هم وجهه جهانی داره و هم اینه که در آمریکا دوستان زیادی داره و در اروپا. مگر این پسره بخواد باباشو سرش زیر آب کنه که خودش زودتر بشه شاه که نتونن مثلا بهش دست بزنن، یا همین نایف رو از بین ببره. ولی اینطوری که مشخصه پشت اینا آمریکا وایستاده و اگه بخواد دست از پا خطا کنه خودشو دراز میکنن. آمریکا نمیخواد، دموکرات‌ها نمیخوان این بمونه، برای اینکه این ذاتاً شریک امثال ترامپ و اون تونروها و فاشیستا و راسیستای آمریکاست و دیگر کشورهای جهان. این هست که روزی که ترامپ اومد این رفت حدود 600 700 میلیارد دلار داد به دولت ترامپ و هر بنجلی هم که بود خرید، حالا به عنوان اسلحه و اینا. اولا این باعث میشه که این بره بگرده دوباره یه پولی پیدا کنه، همین بن سلمان بیاد بده دولت بایدن. الان بایدن نیاز داره، داد به ترامپ. ترامپ چیکار کرد از براش؟ تبلیغات به قول معروف یه قتل مثلا جمال قاشقچی رو براش ماسمالی کرد. الان این باید به بایدن هم بده، به دولت آمریکا. اینا خرج دارن، اینم خواهد داد. اما نهایتا تصمیم گرفتن اینو برش داره، وگرنه نمی اومد بایدن بذاره اسناد و مداره که بیاد بیرون. که اون سکینه دایقزی هم از اون وقت خوندم تعجبم کردم شده داره میگه باعث. البته حرفش درسته، اون خانم نامزد این بوده، حرفش درسته، چون اینها تعداد زیادی رو محاکمه کردن، یه تعداد رو گفتن خانواده قاشقچی بخشیده، عفو کرده، هیچ ماسمالی شد، یه پولی به بچه های اون دادن و تهدیدشون کردن، سر صدا رو خوابوندن. ولی یه روزی اگه بشه اینا بلند میشن. خب حالا این دولت ترکیه و اردوغان بود که برنده این ماجرا بود. میدونید چه پولی از عربا گرفت؟ هنوزم اینو استخون لای زخم گذاشته اردوغان و هی داره تهدید میکنه عربستان رو، باید بیاد از ترکیه جنس بخره، باید کرنش بکنه، باید خیلی کارا. خب این شده برای ترکیه یه نوندونی. حالا این خانم هم که افتاده جلو، انداختنش جلو. این آقا هم مشخص شد که یه آدمی که دست در جنایت داره. حالا من دیدم یه مطلبی نوشته بودن کدوم یکی از این سران کشور را، البته به جز پوتین، حاضر دست این قاتل رو بفشاره، دست بده باش. خب این چیکار کرد؟ رفت با پوتین یه ملاقات کرد و قرار شد که پوتین دستور داد به وزارت دفاع روسیه و وزارت خارجه روسیه که برید با عربستان سعودی 20 تا قرارداد ببندید، قراردادهای نظامی. عربستان سعودی این می‌خواست آمریکا رو تهدید کنه که همه چیش از آمریکا میاد، از آموزش نظامیاش، تسلیحاتش، یه مقدارم اروپا و غربیه. این نمیتونه بره بدون اجازه آمریکا راه روسیه رو باز کنه اونجا، یعنی ارتش چه بده به روسیه. این اصلا خلاف اون چیزیه که اینها پیشبینی کرده بودن در پیمانهای نظامیش. آمریکا ساکت نخواهد نشست، روسیه هم نشسته، آقای پوتین هم زرنگه، میدونه که این اختلافی داره با آمریکا، الان ترس داره. این الان منتظر این بن سلمان که ترامپ یا یکی مثل ترامپ بیاد سر کار در آمریکا.
و اینها میدونن که اگر قرار باشه 4 سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برقرار بشه، این خطر هست، این بانک اوناست، بن سلمان این میندازنش از کار که نتونه در حکومت در انتخابات آینده با پولش دخالت بکنه، این میندازنش از کار. مجرم هم هست، این یه جنایتکاره. و کی میتونه یه جنایتکار قرن زمان چنگیزخان مغول نیست که پادشاه یک کشوری بشه و عضو سازمان ملل هم و نهادهای نمیدونم چنین و چنان هم باشه؟ مسخره است. خب معلومه این جایگاهی نداره. البته آمریکا شاید به خاطر منافع سیاسی خودش به هر حال داره به صلاح زیر میزی رد میکنه این مسائل رو، ولی از یه طرف دیگه نهادهای حقوق بشری همیشه آمریکا و یا اروپا رو به خاطر این دبل استاندارداشون که مسائل سیاسی رو به مسائل حقوق بشری به صلاح ترجیح میدن متهم میکنن و به هر حال این مشکل ساز میشه واسه این کشورها. چرا؟ چون از یه طرف راجع به مسائل حقوق بشری صحبت میکنن، ولی وقتی منافع و سیاست خودشون مهم میاد وسط، مسائل حقوق بشری و به دست دادن با یه جنایتکار رو ازش به صلاح ابایی ندارن. به هر حال من فکر میکنم که باید دید که در این روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته. خب ببین آقای بایدن هم بعد از این انتشار این ماجرا برگشته گفته که، خود بایدن گفته، تغییرات مهمی در ارتباط با عربستان در راه است. یعنی این بن سلمان رو اینا ایزولش میکنن، میذارنش کنار. اولا ولیعت حق دخالت نداره، ولی خب آخه مسئله اینه که این هم ولیعت معاون نخست و این 9 تا کار داره، این پسر ولیعت است، معاون نخست وزیر، یعنی نخست وزیر که باباشه، چون در عربستان شاه و نخست وزیر یکیه، این معاون نخست وزیر هست، وزیر دفاع است، رئیس حکومت مکه هست، نمیدونم رئیس کل اقتصاد هست، خارجه هست، اینا همه شغلاشه. خب اینو احتمال زیاد، چون این پیرمردم سلمان خودش پیره، 82 سالشه، مریض شدید، در روز شاید این 2 ساعت هم نتونه تصمیم بگیره یا بشینه یه جایی، همش افتاده خوابه. ترتیب اینو بده. خب آمریکا الان مترسده که مراقب باشه و اینها میدونن که عربستان اگر این پسره بخواد پادشاه بشه، بر اثر افراد زیاد کاریایی که خواهد کرد، اون سیستم به هم میریزه اونجا، اصلا شورش میشه. بهترین کار برای اینا، بهترین گزینه برای آمریکا، چون من دارم تمام اینا رو رصد میکنم، همون نایفه. اینا میرن که نایف رو بذارن جای این، و بعد دیگه بدا به حال این. اون موقع است که اگه زنده بذارنش، اون موقع است که پوستشی میکنن. اتفاقا منم به همه مسئله میخواستم بگم که تک کنم که به حال اون چیزی که کم ندارن توی دربار سعودی ها شاهزاده است. حالا این نشو آره. یکی یعنی چیزی که زیاد دارن بچه است دیگه، اون نایفی بله. چیزیه اونه که به قول فرمایش شما، چون این از ابتدا که اومد خیلی با سر و صدا اومد، اصلا یک با یه گرد و خاک خاصی اومد این آقای بن سلمان، بعدش هم که یه همچین کاری رو کرد. اونه که البته این جنایت رو میشه گفت که هم FBI چشم بست بهش، هم کشورهای غربی چشم بستن، هم ترکیه مأموریت داشت که چشم ببنده و بذارن. خب البته ببینین مسئولیت اینا نبود، ولی همه این کشورها، چه غربی، آمریکا، حتی ترکیه هم یه نوع نارضایتی خودشون رو اظهار کردن، ولی نمیتونن برن بگن که آقا شما اتباع خود مگه در ایران نمیکشن، نکردن این کارو. اینا حق دخالت یه حدی بیشتر ندارن، و همین رسانه ها پوست اینو کندن، همین رسانه ها بودن پوست ترامپ رو کندن. نه آقای دادرس، من منظورم اینه که FBI و حتی پلیس ترکیه، دولت ترکیه، اینا میدونستن این بلا میخواست سر قاشقچی بیاد، ولی آگاهش نکردن. یه طوری بعضی وقتا من احساس میکنم شاید اصلا قاشقچی برای اونام یه مهره‌ای بود که
باید سوخته میشد، یه حالت، یه همچین حالتی داشت. چرا در آمریکا بهش اخطار داده بودن که مراقب باش، میخوای بری ترکیه و تماس بگیری با سفارت عربستان، بهش هشدار داده بودن. مثل روح‌الله زم، روح‌الله زم اینجا گو من میخوام برم عراق، نمیتونن جلوشه بگیرن، بهش میگن نه حق نداری بیر، تو پناهنده باید. نه پناهنده، فقط هشدار بهش میدن آقا اگه رفتی جونت پای خودت، مراقب باش. خب اینا هم روح‌الله زم هم یه چیزی مثل این شد دیگه، کشوندنش بردنش و بعد هم ادامش کردن. البته ایشون به خاطر طلاق خودش و مسائل خودش رفته بود دیگه، ولی آره دیگه اینم رفته بود یه سری مسائل شخصی خودش حل کنه. این یه روزنامه نگار مخالف بود، یه آدمی بود که سوادی داشت، اون یه بچه آخوندی بود که مثلا میگه که شوخی شوخی روح الله زم همینجوری وزنش داره میره بالا توی مسئله سیاسی. نه خب مگر اون یکی رو که مال عربا بود نبردنش ترکیه، همونجا هم انداختنش توی چیز، بردنش ایران، همون مال الاهواز. بله اونم همینطور، اونم رفته بود اونجا به طمعی که یه زنی رو ببینه و اینا، دام براش گستردن دیگه. خب همسال اینا آقای دادرس، مسئله بلوچستان، شما فکر میکنید این بلوچستان که الانم تمام تجزیه طلبها افتادن دارن برنامه میذارن تو تمام این کانال های تلویزیونی و اینا، آیا واقعا به نظر شما اوکی دولت جمهوری اسلامی دوست، در این شکی نیست، مملکت رو داره به تاراج میبره، به چین و روسیه و هند و اینا میفروشه، اینم جای خود، اما آیا در یک کشوری نمیبایست جلوی کسانی که با دزدی و قاچاق جنس وارد میکنن، جنس خارج میکنن رو بگیره یک حکومت، صرفا چون به اصطلاح شاه دزد اونجا نشسته؟ شاه دزد منظورم بزرگ دزداست، یعنی باید همه مثل زمان قاجار بشه که خانخانی بود مملکت، هم قاجارا میخوردن، هم کشورهای خارجی تو ایران بودن، همین یاغی ها از اقوام مختلف مملکت ها از هر طرف داشتن میکشیدن پاره پاره میکردن، آیا واقعا این منطقیه به نظر شما؟ نه ببینید، اولا بلوچستان و سیستان و بلوچستان آدم باید بشناسه یا لااقل رفته باشه دیده باشه. اینایی که تو خارج نشستن حالا به عنوان احزاب و مبارزین و اینا اصلا نمیدونن اونجا چه خبره، باور کنی یه بارم نرفتن اونجا رو ببینن، تاریخش هم نمیشناسن، از حرفاشون معلومه نشستن این پشت هارت و پورت میکنن. خب حالا در سیستان و بلوچستان مسئله تازه نیست، یعنی دوران قاجار هم دست کم 150 سال پیش همین خان و خانبازی بوده، مثلا حکومت های بعدم میدونید یه سریشون اصلا میگفتن هم چی چی شاه، یه شاه هم دنبال اسمشون بود، رؤسای ایلا و اینها. و انقدر که اونجا لقب شاه تو بلوچستان هست در سایر جای ایران نیست، حالا جاهای دیگه میگفتن خان و امیر و اینا، اونجا انقدر چی چی شاه داشتن که هر دزدی هم که اونجا گردنه بگیر بود یه شاه دنبال اسمش بود پسوندش. یه مسئله که هست در بلوچستان و سیستان و بلوچستان، دو قوم زندگی میکنن، یه سیستانی ها هستن که اغلب شیعه هن و شدن عوامل رژیم اونجا، پاسدار و بسیج و اینا، یه بلوچ ها هستن که اغلب سنی هستن و با این رژیم هم خیلی میونه خوبی ندارن. و مسئله فقره، فقر اونجا اینقدر زیاده خیلی عجیبه، اگه بخوام داستان اینا رو نمونه بگیم اصلا وقت کمه، میگذرم ازش. فقر وحشتناکه، بیکاری، نه کارخونه ای هست، نه تولیدی هست، نه کشاورزی هست، نه هیچی نیست اونجا. یه سوزندوزی بود که مثلا شده بود برای اونای هنری، و یه نه از زمانی که سد هیرمند و اینها انجام شده و روی چیز آب، شما برید اون رودخونه هیرمند رو ببین بندازه دو سوم، چون این آب که بوده این کناره های رودخونه بعضی جا خیلی بلنده یعنی عمیق بود، این جاش مونده، مثل این آثار زمینشناسی که برید نگاه کنید رد آب یه زمانی اونجا بوده رفته پایین،
تو همون دریاچه هم همون رودخونه هم یه ماهیایی هست، ماهی آب شیرینه، نمیشه یه روزم نمیشه نگرش داری، گند میزنه. این میرن مردم میجو چوب میندازن، چوب و من یه سیم و یه قلاب مثلا برن ماهی میگیرن. کشاورزی حالا هی میگن انبار غله ایران بود، من نمیدونم این آقا 300 سال پیش بود، 400 سال پیش بود، حالا حالا نیست که، حالا پیش از تازه اوایل قاجاره تموم شد، خوشسالیه، همش کبیره، بادهایی هم که میاد آب نیست اصلا. تازه من نمیدونم اون تمساهای کوچیکی هم که هستن اینا دارن، یه چیزی هم اسمش مخصوصی محلی میگن، اونا اونجا چجوری زندگی میکنن دیگه، آبی نمونده که این بچه ها رو میرن آب بیارن میخورن یا دست پاشون رو قطع میکنن. شما نگاه کن در ایران یه لیتر بنزین 3000 تومنه دیگه، همون سرمون 3000 تومن هم 100 نفر کشته شدن، درسته؟ اونور تو پاکستان یه لیتر بنزین بین 103 تا 110 روپیه است که اون روپیه برابر با 70 سنت یه دلار، 70 سنت یه دلار که 70 سنت یه دلار به پول ما میشه، چون دلار هم بالا پایین میره، حدودا 16000 خورده ای تومان توی پاکستان. خب یک کسی اگه 100 لیتر بنزین، 100 لیتر پشت موتورش ببنده یا حتی کوله پشتی کنه، مثلا پشتش بندازه 100 لیتر بنزین ببره اون ور مرز، حدود 900 هزار تومان تا 1 میلیون تومان اینو میفروشه، 4 تا 5 برابر سود میبره. و وقتی مردم بیکارن، کاری ندارن، اصلا یه سرشون ارگانیزه میکنن، با ماشین میبرن، یه دفعه میبینی یه تانکر میزنه 2000 لیتر میبره اونجا، میبینی چند میلیون تومان میشه، چند نفر با هم میشن. این مسئله مادیه، اصلا نه مسئله زبانه، نه مسئله قومیته، نه مسئله تجزیه طلبیه، آقا مسئله پوله. اینو میخرن. مگر در کردستان یا در آذربایجان، مرز عراق یا خوزستان شما از زمان شام قاچاق میوردن و میآوردن، یه سری همین مرزنشینا میرفتن از اون ور پارچه و سیگار و چایی و از این چیزا می آوردن. حالا هم همین کولبران میرن اونور یخچال و فریزر و ماشین ظرفشویی و ظرفشویی و نمیدونم تلویزیون و از این چیزا برمی دارن میارن. مسئله سوده، کار نیست. در زم کارم کارگری و بدبختیه و حقوقش کافی نیست، هیچی ندارن. خب اصلا کارشون میشه بعدم دولت اومده یک کاری که کرده دیده یه چیزیست که ناگزیره، نمیتونه جلوشو بگیره. چیکار کرده؟ گفته مثلا یه طرح نمیدونم چی چی از این طرحایی که میذارن دیگه، یه اسمی هم میذارن روش. مثلا هر مرزنشین، قدیم هم همین بود زمان شما، هر مرزنشین میتونه اجازه داشت در ما مثلا 3 کیلو چایی ببره، نمیدونم 4، از این چیزا. این قوانین اینا هم گذاشتن که مثلا اینا میتونن روزی اینقدر بنزین ببرن اونجا بفروشن، خودشون گذاشتن. و بعد این سود داره توش. حالا مقامات رژیم، مسئولین امنیت و انتظامات و اونجا، خود اینها یه سری هم کردن چیز خودشون، استخدامشون کردن، به این میگه مثلا تو برو من عواتم دارم، یه سری هم دارن برای خود اینا کار میکنن. این داستان هیچی نیست، نه تجزیه کسی اومد بشه اونجا، نه زبانش گفت. اینا رو بلشون کن تو خارج نشستن باغ باغ میکنن، اینا هر چیزی رو میخوان ربطش بدن به اون. من دیدم رفتن یه عکسی پیدا کردن، نمیدونم مونتاژ یا واقعی، رضا پهلوی 4 سالش بوده، یه عمامه گذاشتن سرش، مثلا گفتن لباس بلوچی. خب خود شهبانو یادمه که از این لباسای چیز میگفتن بهش، با دست کار میکردن، این زنای بلوچ، طرح خیلی جالبی بود، حتی برای این اروپا هم جالبه، برای مزونای مد و اینا، سوزندوزی به نظرم بهش میگفتن، از اونا میپوشید، یه چند تا داده برش درست کرده بودم، خوبم بود. حالا مثلا اینا عکس اینو بشن، مردم رضا شاه چیزو میخوان. بابا مردم بلوچستان دشمن تمام حکومت ایران بودن،
مخصوصا بلوچا، چه زمان قاجار برای اینکه به اینا ظلم میشد، چه زمان رضا شاه که رفتن سرکوبشون کردن برای حفظ امنیت، برای اینکه جزء ایران اینا هر کیسی برای خودش اونجا دادشاه معروف هم که هست دیگه سابقه شو، و از این دادشاه ها اونجا زیاد بود، یاقی بودن، گفتم اسمشون هم شاه بود آخر، اینا دشمن رژیم پهلوی بودن. اصلا زمانی که رژیم سقوط کرد در اونجا، من یه برادری داشتم که افسرتش مامورش یعنی فرستادنش اونجا در بلوچستان چابهار اون طرف ها تأسیسات انرژی اتمی رو ببرن مراقبت کنن، چون ریخته بودن هرچی تأسیسات انرژی اتمی که خارج آورده بودن. این کولرای گازی اون زمان بود، کولرای گازی بود که هنوز تو ایران هم خیلی رایج نبود، چون کولرای آبی داشتیم. برادر من با یه گردانی رفته بودن اونجا برای حفاظت، میگم اینا رو برده بودن باش به جای بلوک سیمان و آجر گذاشته بودن، گل میذاشتن، اینا میذاشتن باش کپر ساخته بودن، خونه ساخته بودن، به هر کدوم اینا چند هزار دلار اون زمان قیمتش بود. میگفت اونجا میگفتش که یه پیرمردی پرسیدن، میگفتن که گفت چی شده، میگن ناصرالدین شاه رفته. اون فکر میکرد ناصرالدین محمد رضا شاه هم ناصرالدین شاه بوده رفته، مردم در این حد آگاهیشون بود. حالا شاید در این 42 سال یه خورده آگاهیشون از این مسائل سیاسی بیشتر شده باشه. اصلا تو خونه اینا میرفتی، تو خونه این مثلا خونه که چه ارز کنم یه چپری بود دیگه، معمولا گرم هم بود هوا، وقتی میرفتی یه دست رخت خواب چرک و مندرس بود، دو تا کاسه و کوزه داشتن، یه چراغ این چراغ والو رو، هیچی نداشتن این مردم. من بچه ها رو اونجا دیدم کنار همون روت و من تا مرز افغانستان و پاکستان هم گرفتیم دیدم، بچه رو دیدم که سرش رو با قیچی زده بودن، این تمام خط خط افتاده بود. بهش گفتن بچه چیزه، کی سرتو اینطوری کرده اینا؟ پدر بزرگش یه پیرمردی سر این اصلاح کرده بود. باور میکنین من دیدم کنار هیرمند چیز رودخونه یه سری وایستاده، یه چوب نی اونجا زیاد بود، نیای خیلی خوبی هم بود، از قدیم هم بود دیگه، نیزار هم کنار این چیزا بود. این نیاره گرفتن یه سیم پلاستیک، یه بند پلاستیک، یه دونه هم قلاب فلزی، اینو میفروختن این قلاب و چیزو 4 تومن 40 ریال، یعنی 4 تومن اون زمان ها، یعنی نیم دلار مثلا. وایستاده بودن این بچه ها اونجا ماهی میگرفتن، ماهی هایی که خورده واقعا هم خوراکی نیست. من دیدم این بچه ها وایستاده اونجا با حسرت داره به اینا نگاه میکنه. یکی از دوستای من که از نظامی ها سیستانی بود، اون زبون اینا رو میفهمید چون یه مقدار با لهجه غلیظ اینا صحبت میکردن، بهش گفتم به این پسر بچه چرا وایستاده اینجا؟ ازش پرسید گفت چرا تو نمیری ماهی بگیری؟ گفت پول ندارم. گفت پول برای چی میخواد؟ گفت برای اینکه بده دون از این سیما بخره. گفتم چقدر میشه؟ گفت 4 تومن. من 4 تومن بهش دادم، برو گفتم بخر تو هم برو ماهی بگیر. یعنی مردم در این اصلا انگار دنیا رو به این بچه، بچه 7-8 ساله بود، دنیا رو دادی به این بچه. اینا که خیلی هاشون تو این خارج نشستن سوسیال خور تجزیه طلب و مثلا سیاسی هم، باور کنسن پاشون اونجا نذاشتن. خب یه حرفایی میزنن، یکی میگه زبونش، یکی میگه اونه اینه، اونطور نیست اصلا. اون منطقه اگر واقعا بررسی بکنید، حالا بجز مواد مخدر، حالا این قاچاقای کالا و اینا اینقدر رواج داره اونجا، بعد مواد مخدری که اونجا قاچاق میشه، چه تریاک و حشیش و اینا از اون ور میارن از افغانستان و پاکستان، و چه میرن آدامسایی میارن، این آدامسا از این چیزه توش مواد مخدر داره، یه چیزی ساختن مثل ناس قدیم. این ناس هم این بلوچا و ترکمن ها یه ماده‌ای بود میذاشتن زیر زبونشون، انقدر هم میک میزدن خون میومد گاهی از زیر زبون، بعد هم توف میکردن زمین، میگفتن ناس میندازن، انداختن از صحبت انداختن، ناس میک میزدن، یه
ماده مخدر سبک بود. همشون مثل یمنی ها که قاط می زدن. آقای دادرس، البته من فکر میکنم حالا به غیر از این خورده پاهایی که به قول فرمایش شما از قاچاق چیزهای کوچیک سعی میکنن زندگیشون رو تعمین بکنن، متاسفانه کسانی هم هستن که مافیاهای بزرگتر هم و سوای مواد مخدر اینها سلاح حتی وارد کشور میکنن و میکردن. کردها هم همین کارو میکنن و همین مسئله همونطوری که همون از زمان قاجار ما رو مشکلات داشت و به هر حال همه اینا مسلح هم هستن اکثرا خودشونم. اینا وقتی حرکت میکنن، چه افغانستان چه سمت پاکستان، اینا وقتی حرکت میکنن مثل یه ستون نظامی تیپ کارایی میکنن که تو کامبوج و لاوس اون زمان الان هم همینه. قاچاقچی های اونجا لباس نظامی، تیربارهای سنگین، موشک انداز دارن، بعد این جیپ های آهوی بیابان و از این الان هم که تویوتا و اینا اومده، وقتی حرکت میکنن یه ستون 50-60 نفره نظامی که حتی از ژاندارمری و این سپاه هم اینا قوی ترن. خب آقای دادرس، وقتی همینی که شما میفرمایید از نظر امنیت کشور، حالا به خاطر مشکلات اقتصادی که به هر حال مردم دارن، ولی یه عده هم هستن که از این نارضایتی های حتی اقوام خودشون، یعنی هم بلوچ یا سیستانی داره از هم وطن خودش هم ولایتی خودش داره سوء استفاده میکنه و با آوردن سلاح و یا اینجور مسائل، قبول بکنین تو این کشوری مثل ایران که الان واقعا آبستن حوادثه، اینکه توقع داشته باشن این کسایی که به قول فرمایش شما خارج نشینن و دارن همینجوری اون بر گود نشستن میگن لنگش کن دولت جلوی هیچ کدوم اینا رو نگیره، خب این میتونه واقعا خطرناک باشه. نه من خواستم اینو عرض کنم که وقتی به منطقه آشنا باشی، رفته باشی، دیده به این مشکلات، آدم میتونه اینا رو درک کنه، ولی اینا خیلی اصلا خبر ندارن از این چیزا. کوچکترین بعد هم یه تعدادشون آدم های نادرستن، دروغ میگن. شما نگاه کنید در همین هفته گذشته چند فیلم کلیپ مربوط به سودان، مربوط به پاکستان، مربوط به افغانستان، مربوط به یه جای دنیا اینا آوردن. حالا اینا خوب ردش هم پیدا شده، گفتن این مال بلوچستان و ایران بوده. نبود. مثلا یه صحنه ای بود که قاچاقچی ها با ارتش سودان درگیر شده بودن، تمام یه ماشینی رو سوراخ سوراخ شده بود، مال 2 سال پیش بوده در سودان. یا در کابل 6 ماه پیش مثلا یه زنی رو کشته بودن اونجا، هر روز خب انفجار اینا. یا در پاکستان اینا رو به دروغ. آقا یک خانم، یکی از این تلویزیونه کانال یک چی اسمش در لس آنجلسه، مال آقای شهر همایون، مال عهد چیزی هست، یه فیلمی رو آورده مال کابله، یه زنی مادر بوده و بچه‌هاش رد می‌شده یه جو زدن کشتنش اونجا، هر روز انفجار، هر روز آدم می‌کشن. این آورده میگه یک تجزیه طلب بلوچ که زمان شاه متروکه خودش و برادرش جیره خور سعودی هستن، بعدم متاسفانه سعودی در اونجا دست داره. مگه اون ریگیو اینا یادتون رفته سر می بریدن؟ اینا عوامل سعودی بودن در اون منطقه. خب آورده نشون میده، بعد میگه من زبون اینه نمیفهمم. تو اگه زبون نمیفهمی غلط میکنی، میاری یه دروغم نشون میدی. اون داره فارسی حرف میزنه، فارسی افغانی داره حرف میزنه، اصلا بلوچ نیست. خب اینه میاره میگه ببینید یه مادر رو کشتن، فلان کردن فلان کردن، بعد فیلمشو میرن پیدا میکنن که این مثلا چند ماه پیش نوشته جنایت در کابل هست. بعد اگه بهشون حرف بزنی نمیان. خب تو که این فیلمو میذاری یه مینیموم اطلاعات داشته باشی، یا از همون کسایی که برای تو اونجا دارن کار میکنن بپرس، بگو آقا جان این فیلم رو برید چک کنید ببینید قبلا جایی، یه گزینه در یوتیوب هست، خب میری اون فیلم رو میذاری اونجا جستجو میکنید، در عرض چند دقیقه به شما پاسخ میده آقا این فیلم کجا
اولین بار منتشر شده، چه تاریخی بوده، چی بوده، چک کن. چرا دروغ میگی؟ تو با دروغ میخوای تاج بذاری سر اون رضا پهلوی؟ اون تاج مقواییه، تاج قلابیه. در ضمن بلوچ با سلطنت اصلا کاری نداره. اون بلوچه هم که نشسته اونجا مال بلوچ، نمیدونم اصلا بلوچه، سیستانیه، چه کار از اون آقای حسین برو میگید؟ بله، اون خودش برادرش که اصلا با سعودی ها یک به قول خودشون انجمن زدن، چیچی زدن، یه چرندیاتی هم میرسه، همش هم علیه ایران، علیه منافع مردم ایران. و خب اون آورده اونجا اون برای تایید کنه. شما چه کار میکنید؟ شما دارید آب با آسیاب جمهوری اسلامی میریزید. خب جمهوری اسلامی میره اون فیلم رو در میاره پخش میکنه، میگه اینم رسانتون. آب بس کنید دروغ گفتنو. سنار اینا ارزش ندارن، اینا دارن خیانت میکنن به مملکت. یه آقایی هم نشسته میگن ایشون تو صدای آمریکا نمیدونم سردبیر بوده، اون هم اینطوری داره نگاه میکنه، یه کلمه هم حرف نمیزنه که بابا این فیلم جعلیه، اینطوری هم نیست. خب این شده کار ما، رسانه های ما. نه خب آقای دادرس، من فکر میکنم نیت فقط آب و تاب و لعاب دادن به کاره، میدونید، فقط تشویش و تشویش اذهان عمومیه. گفتن حقایق یک چیزه، به اصطلاح آب و تاب دادن خبر یه چیز دیگه است که متاسفانه اینا نمیدونم میخوان ریتینگ برنامه هاشونو ببرن بالا یا میخوان حتما پول تو کاره. بله، درآمد دارن، مداخل دارن. شما نگاه کنید مثلا در مورد این بن سلمان و این داستانای این قاشقچی و اینها، همون سالی که اتفاق افتاد تمام رسانه های حالا تصویری هر نوشتاری که وابسته به سعودی بودن و پول میگرفتن، امثال اون نوریزاده، ایران انترنشنال، نمیدونم من و تو، همه اینها سکوت. تازه اون نوریزاده داشت علیه میگفت اینو قطر ساخته، این دروغه، قاشقچی رو ایران برده کنه. خب مردی که خجالت بکش، اینا حق ندارن. الان هم نمی نویسن، نمیگم، مگه اینا خبر نیست؟ من و شما باستیم با این بساط ناقص و نمیدونم ناکافی بیایم اینجا مثلا واقعیت ها رو بیان کنیم؟ همینه. تازه هم هر اتفاقی میفته 100 نفر وادار میکنن دار دستن برین به یوتیوب اعتراض کنین، برین به فلانجا بگید این نمیدونم فلان، ببندینش. برای خود من بارها اتفاق افتاده این فیلمو حذف کنید، این فیلم به دروغ باندن دیگه. خب مردم ایران کجا باید اخبار درسته به دست بیارن؟ این مشکل آخه، یکی دوتا نیست که، نوکرن، مزدورن، دانسته میکنن این کار رو، پول میگیرن. بگه نه این مخارجشون از کجا میارن؟ من و شما باید بریم کار کنیم، از وقت به قول معروف استراحت و آزادمون بزنیم که بیایم میخوایم 4 تا حرف درست بزنیم به مردم. اینا که کار نمیکنن که، همشون اغلب معتادن، تو کازینو قماربازن، تو همین خارج ها. من پرونده شونه دارم آخه. بس کنید این دروغ و دغل ها رو. دروغ جمهوری اسلامی بد، آره همه هم میدونن، نیازی به دروغ گفتن نیست، نیازی نیست. این همه اسناد و مدارک و دلایل و فیلم های درست و گزارش های درست هست، شما چرا میرین به دروغ متوسل میشین؟ بله اتفاق منم چند بار حتی تو فضای فیسبوک و اینا میرسم میگم بابا واقعیت ها انقدر زیاد هست علیه جمهوری اسلامی که احتیاج به این که آدم بره ننم یه فیلم آفریقا و هندوستان و پاکستان و افغانستان رو نشون بده بگه اینا ایرانه، اینجا ایرانه، فلانه. آخه احتیاجی به این نیست اصلا، توهین به مردم. بله، توهین به خرد مردم. بله درست. متاسفانه به هر حال نیت ها فرق میکنه و متاسفانه میگم میبینیم که یه همچین خبرها، یه همچین مسائلی هم متاسفانه بازتاب زیاد داره. مردم هم با ناآگاهی همچنان دنبال به اصطلاح برند هستن، چون من بارها میگم همیشه این صحبت همه،
بی بی سی اگه چیزی رو بگه یا رادیو فردا یا نمیدونم صدای آمریکا یه فکتوره، یه واقعیته، ولی اگه یه رسانه محدود چه یه کسی بیاد بشینه فقط جلوی یوتیوب بشینه واسه خودش واقعا واقعیت ها رو بگه و تحلیل کنه، نه خب اینو بندازش کنار، این درست نگفته. بله متاسفانه. چی میگه بی بی سی چی میگه، یا به قول شما ایران اینترنشنال و رسانه های من و تو و از اینجور. اصلا شما ببینید، من فهم کنم مسخره ترین چیز اینه که اسم یه رسانه با اون همه سرمایه گذاری رو گذاشتن من و تو. ببینید چقدر چیپ این اسم اصلا، یعنی مال خودشونه. نه اصلا این بی ارزش بوده اسم یعنی مال خودشونه دیگه، اون من و تو خودشونه. من و تو خودمونی میشینیم و داستان میبافیم. دید و صحبت های خیلی خوبی تا فرصت دیگه از خدمت شما مرخص میشیم. خیلی لطف دارید. ممنون از وقتی که دادید به ما.